توای فارسی سلام عزیزان آنیتا هستم به هر هفته داستانی کوتاه شنیدنی به زبان فارسی برای شما تعریف میکنم ایمیل های زیادی به دستم رسیده که درخواست داستان برای سنین کودکان رو داشتن و منم تصمیم گرفتم داستان این هفته رو به کوچولوهای عزیزمون اختصاص بدم داستان این هفته اسمش فقط یه حیوان خونگی دیگه هست که نوشته یه مرسر مایر و با ترجمه و اجرای خودمه. قبل از شروع داستان چون تعداد بسیاری از شنوندگان و بینندگان ما در حال یادگیری یا تقویت زبان فارسی هستند باید بگم که این سری از داستانها نه تنها برای کودکان دو زبانه و فارسی زبان بلکه برای همه عزیزانی که فارسی رو یاد میگیرن بسیار بسیار مفید هست فقط یه حیوان خونگی دیگه نوشته مرسر مایر یه روز که داشتم از پیش بهترین دوستم به خونه برمیگشتم یه صدای عجیب از توی بوته ها شنیدم. نگاه کردم دیدم یه سگ کوچولو هست و خیلی دوستانه برخورد میکنه. اون گردن و قلاده هم نداشت. دنبال من اومد چه کار میتونستم بکنم؟ مامان که ما رو دید گفت اونو برگردون همونجا که بوده ما حیوان خونگی زیاد داریم من با التماس گفتم اما اون گم شده و خونه نداره مامانم اجازه داد تا وقتی که بابا بیاد من میتونم اونو تو حیات ببندم گربمون اونو دوست نداشت و براش حس میکرد سگمونم اونو دوست نداشت و بهش پارس میکرد سک کوچولو ترسیده بود. من اونو هموم کردم بعدشم بردمش توی اتاقم تا راحت باشه که خواهر کوچولو ما رو دید و گفت که میره و خبرچینی میکنه و به مامانم میگه. من مجبور شدم یک دلار بهش بدم تا سکوت کنه. ماما صدای پارس کردنش رو شنید و من مجبور شدم ببرمش بیرون دوباره. به نظر خیلی ناراحت می اومد. برای همین منم پیشش بیرون موندم. خواهر کوچولوم یک دلاری پس نداد. خیلی لجم گرفت. بابا که اومد گفت تا وقتی که صاحبش پیدا شه میتونیم نگهش داریم. من پرسیدم ولی اگه ما نتونیم صاحبشو پیدا کنیم چی؟ میتونیم برای همیشه نگهش داریم؟ مامان گفت بذارید بعدا دربارش نگران باشیم. فعلا نگهش میداریم. یه تخت و جای خواب براش یه گاراژ درست کردیم ولی سگ کوچولو همش پارس میکرد. خیلی تنها بود و خیلی ناراحت. من یه دوش گرفتم و برای خواب آماده شدم. ولی هنوز صدای پارس کردنش رو میشنیدم. بابا برام یه داستان خوند و هنوزم صدا و نالش رو میشنیدم. اون ترسیده بود. من سعی میکردم بخوابم ولی صدای اون نمیذاشت. تا بالاخره خوابم برد. صبح روز بعد من رفتم گاراژ تا سری به سگ کوچولو بزنم. وای نه اون رفته بود. از ترک شکسته در فرار کرده بود. من صداش کردم و صداش کردم. سگ کوچولو بیا. سگ کوچولو اینجا. اما نه اون نبود. از سگ و گربهمون پرسیدم که میدونن اون کجاست؟ اما اونا هم هیچ کمکی نکردن. دویدم خونه همسایه بغلی خانم راینو. یک سگ کوچولو تو حیاتتون ندیدین؟ نه ندیدم ولی یک نفر تمام ملافه های من رو از روی بند کشیده پایین. دویدم خونه آقای بوین. شما یه سگ توی حیات ندیدین؟ اون گفت نه ندیدم ولی یه نفر تمام باخچه منو کنده و خراب کرده. همون موقع آقای لفنت رو جلوی خونشون دیدم و پرسیدم شما یه سگ این اطراف ندیدین؟ نه ندیدم اما یه نفر تمام شلنگ منو جویده و سوراخ کرده. ما همه جا رو گشتیم و سگ کوچولو رو پیدا نکردیم. داشتم از جلوی در گاراژ رد می شدم که صدای پارس کردنش رو شنیدم. دویدم داخل و دیدم که سگ کوچولو برگشته اما حالا اون یک مامان بود و چهار تا طوله خوشگلم داشت. همه رو صدا کردم. هی hey, حالا ما بیشتر از یه سگ داریم. همون موقع بود که یه ماشین جلوی خونه ایستاد. یه دختر کوچولو و مامانش از ماشین پیاده شدند و دختر کوچولو پرسید یه سگ کوچولی که گم شده باشه رو ندیدین؟ دختر کوچولو وقتی سگ رو دید خیلی خوشحال شد و گفت این سگ من هست وای حتی طوله هم داره اما من اصلا خوشحال نبودم دختر کوچولو پرسید یکی از طوله ها رو میخواید وقتی که یه خورده بزرگتر شد من از مامان و بابا اجازه گرفتم که میتونم که مامان و بابا گفتن بله فقط یه حیوان خونگی دیگه مرسی که با داستان این هفته هم با من بودید لطفا نظراتتون رو برام بفرستید اینکه چطور داستانهایی رو برای چه رده سنی بیشتر دوست دارید تا هفته دیگه و داستانی دیگر بدرود